دوباره برگشتیم و شما هم بیننده برنامه هات سیت هستین و تا این لحظه بعضی از صحبت‌ها را داشتیم با فرشته جان فرامرز که فعالیت‌های خیلی زیادی را انجام دادن در این سن و سال کم و کسایی که برنامه را نمیتونن از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشن میتونن که همچنان از طریق چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا برنامه هات سیت را تعقیب کنن و از بخشایی که ما در نظر گرفتیم شما بخشای مختلفش انتخاب کنید ببینید و چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا را سابسکرایب کنید فراموش را نشه. خب فرشته جان میریم به طرف دیگه گپ ها. وقتی که خودت وارد عرصه کار گزارشگری شدی وقتی که فیدبک مردم یا همون کامنت های مردم در ارتباط با گزارش رو دیدی بیشتر گپ های خوب بوده یا گپ های منفی بوده؟ اگر منفی بوده چقدر تاثیر مانده بالای روانت؟ به نظر من برای یک گزارشگر چیزی که زیادتر تاثیرگذار هست تجربه نیست، نظریات مردم است که در روزهای اول چه کامنت ها و نظریات ها میخونه. من وقتی اولین گزارش های من نشر میکردم دیگه دانه به دانه ویدیو را میرفتم زیر کامنت ها را مثلا میخوندم که چی است، ولی خوشبختانه بگویم از بین 100 تا کامنت 2 تا کامنت منفی ما دریافت میکردیم که مثلا در قسمتی کارم نمیگفتن، ولی که گزارشگر زیاد شده که ربط ما نداشت در او قسمت میگفتن. دیگه همین نظریات رضایت هموطنهای ما بوده که ما خود ما تای سرحد رساندیم. خب انشالله که موفق باشی. بیرون از خانه میری ماسک استفاده میکنی یا نه؟ متاسفانه ولی شرایط اگه خیلی سخت باشه استفاده میکنیم. امروز که ما آریانا را دیدیم تلویزیونش اینقدر ماشاءالله مکمگیری است در قسمت که دیگه تا چند لحظه را اما تو ماسک پوشیده بودم ولی چشم که او طرف را دیگه کسی دارم ماوری ماسکی می پوشید دلت دق می شنه مراقبی تا حالا شده کسی را قدر بد ببری از کرونا بدتر بدت بیای از او؟ فکر نکنم. تو نیست؟ نه. تو کینه بدل نیستی؟ نه. چیزی که ندارم کینه ندارم. کدام شخصیت مطرح زیاد خودت خوشت میایی که میخوایی مثل همو باشی یا برات مثل یک الگو انتخابش کردی؟ شخصیتی که من خودم شخصا در افغانستان اگه باشه؟ کسی که خودت در نظر گرفتی؟ کی هست اون شخصیت که ما هم بشناسیم حداقل و بدانیم که خود او را به عنوان الگو انتخاب کردی برای خودت در عرصه کار میتونه حداقل کارایش برات یک الگو باشه؟ ما مشخصا اگه کس انتخاب کرده باشیم در قسمت شرمنده چون انتخاب نکردیم، ولی هم رای رویششون هم مثلا کتابایی که من میخوانم هم را و رویش از اونها را فقط دنبال میکنه، ولی شخصیت مطرحی که مثلا من خودم در نظر داشته باشم متاسفانه انتخاب نکردیم. گفته از ماسک مقدر استفاده نمیکنی، بیرون میری باز نمیشناسن، سر پرزه نمیرن بچه گان میرن چی میگن پرزه که میرن؟ یکی میگه مثلا امرافن خبرنگار میگه اون فرشته انا هم تا گفه هست خب پرزه متفاوت هست. خودت حالا سرکس پرزه رفتی؟ تنها کاری که نکردم پرزه رفتم. یاد داری یا نیت؟ یاد خود دارم، یاد گرفتم در چند مدت که در کابل ششتم ولی نرفتیم. اما که میگن در جگر جانم در جگر ملاق بزنم. آفرین. چه تایم این گپا زیاد شده؟ بیخی افسوس میخوری آدم این گپا رو میزنی. من ایفا بید چه قسم جگر هست که ملاق میزنم. خب از چی زیاد متنفر هستی فرشته جان؟ چی زیاد بدت میه آزارت میده؟ هدفتان عمل باشه یا عمل یا چیزی را که میبینی؟ مگه از چیز بعدم بیای شادم مردم آزاری باشه در شهر کوچکی. اینم پرزه رفتن است کلا. ده کسی کار نداره. خب دلکت پر است. آلگام نزنم که یک دفعه شروع کنم ختم نداره. اگه قرار باشه ما افراد نصیحت کنی چی میگی برشان؟ ما واقعتش برشان متاسف هستم چون نو شرایط خیلی سخت‌تر میکنن برای خصوصا برای دختر خانم‌ها نمیتونن که مثلا راحت بشینن بگردن و بخندن. همینقدر. و چقدر تا یه گزارش سخت میشنه وقتی که یک گپ بشنوی و ناراحتت کنه؟ واقعیت شما رقمی است. همونطور است. تا حالا شده فرشته جان چادری پوشیده باشی؟ نه خیلی. جایی بری مجبور باشی که از اونجا باید گزارش بگیری و چادری مجبور باشی که بپوشی؟ مکس وجه نو دارم در نظر که برم نو چادری بگیرم ندارم. باز که از اون چادری برم گزارش بگیرم که واکنش مردم چه رقمی هست. خب معیاراتی که خودت داشتی در زندگیت که ازدواج کردی چه باید بکنی و بعد از ازدواج کارها و فعالیتت چقدر میتونه رونق بگیره چقدر میتونه عقب مان شوه، تا حالا به این معیارات و به این موضوعات فکر کردی؟ حالا که مسئله نامزادی هم دیگه به خیر خلاص شده. طبعا هر کسی مثلا در مورد زندگیش فکر میکنه معیارایی که مثلا در نظر داره. معیاری که من خودم برای زندگی شخصی و مشترکم در نظر دارم این است که در هر حالتی که باشم چه مجرد چه متعهل من نباید از برنامه این پس بمانم. کسی که همراهیم هم سفر میشه بعد حامی شانه ای که مثلا یک رقمی مانع کار یا رای ما باشه. دیگه نظر به اون معیارهایی که مثلا من در نظر دارم ان شاءالله برنامه‌های خود پیش میبرم و
اون نقطه‌ای که من خودم شخصا در نظر دارم من خودم میرسانم. خب اون نقطه‌ای که خودت در نظر داری باید به او برسی. بله. یکم وقت ما و شما نمیگیم آری از مشکل هستیم، هیچ مشکلی نداریم. طبعا مشکل هست، طبعا یک اشتباهی از ما سر میزنه. تالوش یک اشتباهی از تو سر زده باشه و یک گوشه نشسته باشی خودت نصیحت کرده باشی که فرشته ای کاش اتو نمیگفتی، فرشته ای کاش اتو نمیکردی. تنها کاری که من دائما اشتباه میکنم به نظر من نازک دلیم است. یک گپ ساده که مال مثلا مرا فرشته خوب امو تو جدی بگو شاید کار کنم گریه بگیرم برا. به خاطر از خاطر از قسمت آزار دستم که چرا قدر دلم نازک است که در گپ مثلا شناخته و ناشناخته من دلم ناراحت میشی؟ حتی گریه میکنم. وای زود خوب پیر میشه دیگه حالت اگه باشی. به خاطر از جوانی و مقبولی را از کجا کنی؟ باز کی گزارش تهیه کنه؟ کی نویسندگی کنه؟ خیر از دوست است. به خاطر است که میگم زودتر ای عمل از خودم دور کنم ولی متاسفانه سخت است. آها اگه پلانا داری بخیر داینده برای اولادم کدام نام چیزی انتخاب کردین نکردین به مشوره یازنه؟ به مشوره خودم انتخاب کردیم به مشوره یازنه. خب خودت با خود مشوره کردی؟ بله. فرشته نام دختر دینی باشه نام بچه دینی باشه. خب نمیدونم چی نام انتخاب کردی؟ بو چی است که ببینیم نظر که ما انتخاب کردیم شاید جالب باشه. خب برای دخترم کیسین. آها بگو یک دفعه کیسین رویا جان. چی؟ کیسین. کیسین چی مانا؟ نمیفهمم. کلاً نامی است که هنوز استفاده نشده فقط در یک فیلم. آن نامش دوزی نشه؟ نه نمیشه. میبینی که کلاگی نام بچه های خود دختر خود کیسین مان. خیر است. نگه بر بچیم کاران. چی؟ کاران. کاران؟ آه. ولی معنایش نمیفهمم. آها. معنیش باید بفهمی دیگه مادر کاران جان. با هنوز وقت از کلان که شدم بازم تو میفهمم. کسینو کاران جان اگه دوگانگی بچه شد باز چی؟ اوی شده که یکش بینام میمانه. اوی دیگه نقطه نقطه نقطه. حالا کدام مانای دیگه نه تایی نامان انتخاب کردی؟ برم سرچ کنیم تحقیق کنیم اگه مانایش بد بود ولی نمیفهم ببینم که چی خواد برامد. خواهی خودش دیگه تنها انتخاب کرده. این حال مچم که یازنه قبول میکنه نمیکنه این نامه را. چی ماندی فرشته فکر کرده ای به فکر دینم این نامه را انتخاب کردی؟ حتی گفتنش هم سخت است. خب بوبوی کاران جان صحبتاش ادامه داره. ما هم همچنان با شما خواهیم بود. صحیح گفتم دیگه نامشان. صحیح گفتنم. خنده کردی؟ نمیخواد راحت ما رو بوبو جور کردی؟ بعد از وقفه میایم و سوالی که از فرشته جان میپرسم این است که مردم وقتی که خودت دیدن و شناختن چه القابی را بر خود انتخاب کردن؟ این جواب ما را بعد از وقفه بگو. زود برمیگردیم.